سلام، به خبرهای امروز خوش آمدید. من نازنین کاظمی و من آوا آذری هستم. محمود احمدی نژاد: اتفاقات بزرگی در راه است. علیرضا محجوب: تورم رسمی 45% است. یک مقام کمیته امداد: 200,000 کودک زیر 6 سال از فقر غذایی رنج میبرند. محمود احمدی نژاد معتقد است اتفاقات بزرگی در راه است. رئیس دولت جمهوری اسلامی امروز در نشست استانداران سراسر کشور گفت عناصر مانع در راه تحقق و استقرار آرمان‌ها و اهداف نظام اسلامی تکاپو و دست و پا زدن‌های آخر خود را انجام می‌دهند. محمود احمدی نژاد بیشترین زیان و خسارت را از آن کسانی دانست که فرصت‌های امروز را به امید فرصت‌های محتمل فردا از دست می‌دهند و اعلام کرد که همه باید مراقب باشند و قدر فرصت خدمتگزاری را بدانند، چرا که معلوم نیست فرصت‌ها تکرار شوند. احمدی نژاد همچنین انتخابات را حق ملت دانست و گفت ملت انتخاب خود را انجام خواهند داد و هیچ کس حق ندارد این حق را از ملت بگیرد. از سوی دیگر احمدی نژاد خواستار برکناری فرهاد رهبر و بیژن رنجبر، رؤسای دانشگاه‌های تهران و تربیت مدرس شد. رئیس دولت جمهوری اسلامی این درخواست را در نامه‌ای به وزیر علوم اعلام کرد و نوشت بر اساس اطلاعات دقیق در دو دانشگاه مهم، یعنی دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس، فضای عمومی به گونه‌ای مدیریت می‌شود که نه تنها سازنده نیست، بلکه تا حدودی در نقطه مقابل حرکت عمومی ملت و شؤون دانشگاه و دانشگاهیان است. رویکرد سیاست زده و غیر علمی و یا احیانا امنیتی توسط مدیران در محیط اجتماعی ناکارآمد و تخریب کننده و در محیط دانشگاهی ناکارآمدتر و مخربتر است. با آرش بهمنی، روزنامه‌نگار، در رابطه با دستور احمدی نژاد برای برکناری رؤسای دانشگاه گفتگویی داشتیم که با هم می‌شنویم. در واقع باید به این نکته توجه کنیم که در ماه گذشته چندین بار اصولگرایان به این نکته اشاره کردن که آقای رحیم مشایی قصد داشتن در مقطع کارشناسی ارشد از سپس دکتر در دانشگاه تربیت مدرس تحصیل کنند و حالا مدارک لازم رو برای کاندیداتوری احتمالی در برای پست ریاست جمهوری به دست بیارن که به هر دلیلی موفق نشدن و یا از داخل دانشگاه مخالفت‌های بهشون وجود داشته و به همین دلیل به نظر میرسه به همین دلیل بوده که آقای احمدی نژاد دستور به برکناری این دو تن داده. والا اگر بحث بر این باشه که رؤسای این دانشگاه ها روی کرده امنیتی به دانشگاه داشتن یا تلاش کردن که دانشجویان رو غیر سیاسی کنن، اتفاقی هستش که در 8 سال گذشته در بسیاری از دانشگاه کشور افتاده و فعالان دانشجو هم همواره نسبت به این مسئله هشدار دادن، ولی نه تنها هیچگاه دولت آقای احمدی نژاد به قول معروف توجهی به این قضیه نشون نداده، بلکه اصلا این دولتی بوده که بحث ستاره دار کردن فعالان دانشی رو به شدت و با پیگیری و جدیت از همون نخستین سال به قدرت رسیدن دنبال کرده و هنوزم ادامه میده و به نظر میرسه که این برکناری بیشتر از این که ناشی از دلایلی باشه که احمدی نژاد در نامشون آوردن، بیشتر برمیگرده به جنگ قدرت بین اصولگرایان و اتفاقاتی که بینشون میفته. در همین حال در آخرین جلسه دولت در سال جاری، احمدی نژاد هماهنگی‌ها برای فشار بر دولت را در تاریخ کشور بی‌نظیر دانست. رئیس دولت جمهوری اسلامی با بیان اینکه در سال 91 اعضای دولت از دو جهت داخلی و خارجی در فشار بودند، گفت بیشترین خدمات برای جبران خلأها و فشارهای دشمنان در سال 91 به انجام رسیده است. بدخواهان دوست داشتند که نظام اقتصادی کشور از هم پاشیده شود و این موضوع به لحاظ محدودیت‌هایی که به کشور بر تحمیل شد و از لحاظ حساب و کتاب آنان منطقی بود، ولی با وجود فشار زیادی که به مردم وارد شد، به فضل الهی آنچه آنان می‌خواستند اتفاق نیفتاد. نظر آرش بهمنی را در رابطه با صحبت‌های محمود احمدی نژاد در آخرین جلسه هیئت دولت هم جویا شدیم، با هم می‌شنویم. اما در مورد صحبت‌های احمدی نژاد در آخرین جلسه هیئت دولت در سال جاری کردند، میشه اینطور تحلیل کرد که آقای احمدی نژاد دولت و نزدیکانشون میدونن که تنها برگ برنده‌ای که در 3 ماه آینده در دستشون است بحث برگزاری انتخاباته. دولت به عنوان مجری انتخابات باید این انتخابات رو برگزار کنه و آقای احمدی نژاد هم تلاش میکنه که از این برگ برنده به بهترین شکل و بهترین نحو ممکن استفاده کنه.
بعد از اینکه انتخابات برگزار شد قاعدتا آقای احمدی‌نژاد و اطرافیانشون آنچنان قدرتی نخواهند داشت که در مقابل اصولگران بایستند. به همین دلیل تلاش آقای احمدی‌نژاد در این مدت این هستش که اولا با تهدید اصولگرایان درباره بحث انتخابات و اینها این کاندیدای خودش رو به نوعی به اصولگرا تحمیل کنه و این تهدیدهایی که در ماه گذشته معلوم بر رد صلاحیت احتمالی آقای مشروطی داشته از دوربر ایشون دور کنه، همونطور که پیش از این بارها برخی از اصولگرایان گفتن و در آخرین مورد هم یکی از معاونین فرمانده سپاه اشاره کرده که احتمال داره آقای احمدی نژاد در سطح رد صلاحیت مشروطی انتخابات رو برگزار نکنه و یا اعلام شده بود که احتمال استعفایشون هم وجود داره. در واقع این تعدیل آقای احمدی نژاد ناظر به این هستش که بتونه قدرت چانه‌زنی با حاکمیت رو پیدا کنه برای تایید صلاحیت آقای مشروطی و به نظرم این صحبت هایی که میکنم بیشتر تهدید هست، تهدید است برای گرفتن امتیاز و به قول معروف نشون دادن یک مشتی به حاکمیت که احتمال داره مسائلی مثل اتفاقاتی که در جلسه شده وزیر کار و افشای فیلم دیدار آقای مرتضوی آقای لاریجانی رخ داد باز هم اتفاق بیفته. و از طرف دیگه ما همانجا تلاششون هستش که حال مشکلاتی که در این سالها وجود داشته، مشکلات اقتصادی و مسئله اینچنینی رو از دولت دور کنن و اونو به گردن نهادهای دیگه مثل مجلس، حتی نهادهای نظامی مثل سپاه پاسداران، سازمان بازرسی و چنین نهادهایی بندازن و به این ترتیب تلاش کنن که اون رأی بدنه که در سال 84 و 88 بهشون رأی دادن رو به نوعی به سمت آقای رحیم مشایخ هدایت کنن و ایشون رو برای رسیدن به مقام ریاست جمهوری کمک کنن. معاون فرهنگی سپاه میگوید فتنه ای عمیق در پیش است. به گزارش ایلنا، محمد علی آسودی، معاون فرهنگی و تبلیغات نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران، میگوید فتنه ای عمیق تر و گسترده تر از فتنه 88 در پیش داریم. این فتنه ها در انتخابات 92 و همچنین قبل از انتخابات خواهد بود. مثلا برخی میگویند اگر این چنین نشود انتخابات را برگزار نمی کنند و آن را تحریم می کنند. آقای آسودی دی ماه گذشته نیز در نشست گروه سیاسی انصار حزب الله ضمن صحبت از فتنه پیش رو مسئولیت نیروهای مسلح کشور را کنترل سران فتنه و منحرفین در آستانه انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده بود. هاشمی رفسنجانی مسببین اوضاع فعلی را عافیت طلبان قبل از انقلاب می‌داند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مسببین اوضاع کنونی را حامیان دیروز جریان مرموز تخریب دستاوردهای انقلاب دانست، کسانی که وقتی مبارزان این کشور در زندان‌های شاه شکنجه می‌شدند گوشه عافیت طلبی گزیده بودند و حتی به مبارزین اعتراض هم می‌کردند. علی اکبر هاشمی رفسنجانی همچنین تشکیل کانون زندانیان سیاسی مسلمان قبل از انقلاب را امر شایسته دانست و گفت یکی از نیازهای اساسی حال حاضر کشور وجود تشکل‌ها، جمعیت‌ها و احزاب قوی و دارای پایگاه اجتماعی وسیع است که بتوانند امر نظارت بر عملکرد مسئولان را انجام دهند و واسطه انتقال خواست‌ها و دیدگاه‌های بدنه جامعه به تصمیم گیران باشند. و حالا نوبت می‌رسد به اخبار کارگری امروز. بخشنامه دستمزد 92 علارغم اعتراضات گسترده کارگران ابلاغ شد. در آستانه سال جدید مطالبات کارگری شرکت‌های مستقر در پارس جنوبی پرداخت نشده است. کارگران کارخانه کاشی گیلانا در اعتراض به عدم دریافت 7 ماه دستمزد و عیدی سال جاری خود مقابل فرمانداری رودبار تجمع کردند. کارگران بهشت زهرا به دلیل عدم دریافت 3 ماهه حقوق خود مقابل ساختمان اداری سازمان بهشت زهرا تجمع کردند. علیرضا محجوب معتقد است تورم رسمی در کشور بالای 45% است. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی میگوید تصور میکنم در فروردین ماه ناچار شوند نرخ تورم را بیش از 35% اعلام کنند. علیرضا محجوب اضافه کرد با این تعرفه های جدید درمانی بر مشکلات فقرا افزوده میشود و آنان از پس تعرفه های درمانی بر نمی آیند. آقایان دولتی بدانند فشار این گونه تصمیمات روی دوش مردم است.
این نماینده مجلس در ادامه گفت در سال گذشته 115 میلیارد دلار واردات انجام شده و تولید ناخالص و میزان ارز حاصل مشخص است و بیش از 50% کاهش ارزش پول ملی داشته ایم که ما با تفاوت این پول را ثروتمندان به کمک دولت از جیب فقرا بردند. کارگران بهشت زهرای تهران در اعتراض به تعویق پرداخت حقوقشان مقابل سازمان اداری بهشت زهرا تجمع کردند. صبح امروز 250 کارگر گورکن به دلیل عدم دریافت عیدی، سنوات و حقوق مقابل ساختمان اداری ناحیه 3 بهشت زهرا تجمع کردند. بنابر این گزارش از صبح امروز تا کنون هیچ مقام مسئولی پاسخگوی مشکلات این کارگران نبوده است. کارگران مشغول به کار در واحد خدمات بهشت زهرا روزانه 10 ساعت کار می کنند و بیشتر از اقشار کم درآمد جامعه هستند و حدود 3 ماه است که حقوق دریافت نکردند. در همین حال کارگران کارخانه کاشی گیلانا نیز در اعتراض به عدم دریافت 7 ماه حقوق خود دست به تجمع زدند. به گزارش ایلنا در این تجمع که مقابل ساختمان فرمانداری شهرستان رودبار انجام شد، 205 کارگر و 5 راننده این کارخانه به عدم دریافت 7 ماه دستمزد و عیدیه سال جاری خود و همچنین تحقق نیافتن وعده مسئولین اعتراض کردند. کارگران این کارخانه پیش از این هم در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق خود مقابل فرمانداری رودبار تجمع کرده بودند که با وعده رفع مشکل از سوی مسئولان استانی به سر کار خود بازگشتند. با بهروز فراهانی فعال کارگری در مورد شرایط معیشتی کارگران گفتگویی داشتیم که با هم شنویم. ببینین وضعیتی که در ایران الان هست در تاریخ معاصر ایران بی سابقه بوده. به لحاظ فشار اقتصادی که الان روی همه کارگران و حقوق بگیران ثابت هست، یعنی کسانی که قادر نیستن درآمد خودشون رو متناسب با نرخ تورم و گرونی بالا ببرن، هرگز در یک همچین شرایطی نبوده. شما اگر نگاه بکنید به درگیری هایی که الان در سطح ایران وجود داره، به اعتصابات، تظاهرات، راهبندان ها، خیابون بستن های کارگرها، متوجه میشید که واقعا بخش مهمی از حقوق بگیران و کارگران ایران جانشون به لب رسیده از این تورمی که هست. و این تورم هم میدونیم که نتیجه 2 چیزه. اول و قبل از همه نتیجه سیاست های نئولیبرالی هست که دولت های جمهوری اسلامی پیاپی از آقای رفسنجانی تا آقای احمدی نژاد و همینطور آقای خاتمی بین این دوتا انجام دادن. خصوصی سازی های بیرویه، سیاست های اقتصادی که واقعا معلوم نبوده که در چه جهتی جز ثروتمندتر کردن این 1% ها، این آقازاده ها در ایران بوده. و الان وقتی شما نگاه میکنید که حتی نهادهای کارگری وابسته به رژیم، نهادهایی که رژیم اونها رو ساخته و یا تحت کنترل خودش گرفته، مثل خانه کارگر و شوراهای اسلامی، دارن اعتراض میکنن به این که حقوق حداقلی که توسط شورای عالی کار در ماه گذشته تصویب شد، یعنی 478,500 تومان، حتی 1/3 درآمدی که اجازه بده یک خانوار 4 نفره در شهرهای بزرگ ایران به زندگی خودشون، به حداقل زندگی خودشون ادامه بدن، نیست. در چنین شرایطی واقعا آدم بعضی وقتا تعجب میکنه که چطور کارگرها و حقوق بگیران ثابت، کارمندان جز، اصلا میتونن به اون حداقل بخورنمیر خودشون هم دست پیدا بکنن. به نظر میرسه که اگر همیاری بین خانواده ها و دوستان نباشه، ما عملا با یک فقر مطلق در بخش بزرگی از جامعه روبرو میشیم. و این وضعیتی که الان وجود داره، یعنی عدم تناسب بین این حقوق ها و وضعیت تورمی که هست، چون میدونید ما در ایران از موهبت جمهوری اسلامی هم تولید رو در رکود داریم و هم تورم توأمان، یعنی سیستمی که در ایران الان هست به لحاظ اقتصادی هر دوی اینها رو ضررهاش رو با هم داره و این رو مستقیما ما روی دوش حقوق بگیرا و کارگران میبینیم.
اسدالله اسکرولادی معتقد است بودجه 92 تورم زاست. به گزارش خبرگزاری ایلنا، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت بودجه 92 نیاز به اصلاح دارد. بودجه بخش عمران بسیار ضعیف است و بخش مالیاتی هم با مشکل روبروست، چرا که وصول آن به سختی انجام می شود و کار آسانی نیست. اسکرولادی در ادامه گفت بودجه که برای حوزه تجارت در نظر گرفتند عادلانه نبوده است. در زمینه سرمایه گذاری های دولتی تسهیلاتی در نظر گرفتند، اما بخش خصوصی مورد عنایت نبوده است و بعید می دانم تسهیلات خاصی برای بخش تولید در سال 92 در نظر گرفته باشند. سری می زنیم به آن سوی میله های زندان. مهدی رمضانی، پدر رامین رمضانی، از کشته شدگان اعتراضات پس از انتخابات جهت گذراندن 3 سال حبس تعزیری به زندان اوین احضار شد. جسد علیرضا بهافرین، پزشک کرد اهل سنندج که 3 ماه پیش ربوده شده بود، در نزدیکی شهر سرواباد پیدا شد. بابک بقایی، فعال مدنی آذربایجان، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد. نشست مخالفان رژیم سوریه برای انتخاب نخست وزیر دولت موقت امروز در استانبول آغاز به کار کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شرکت کنندگان در این نشست ابتدا میبایست بر سر 2 گزینه تشکیل یک دولت موقت و یا ایجاد یک نهاد اجرایی با اختیارات محدود به توافق برسند. آنها پس از تصمیم گیری از بین 12 نامزد پست نخست وزیری دولت موقت را به یکی از این افراد خواهند داد. به گفته کارشناسان، از میان این 12 نفر 2 تن از تکنوکرات های مخالف رژیم سوریه و اسد مصطفی وزیر پیشین کشاورزی در دولت بشار اسد وقت بیشتری برای انتخاب شدن دارند. 2 جلسه پیشین ائتلاف ملی سوریه در پی عدم توافق بر سر یکی از 2 گزینه دولت موقت یا نهاد اجرایی لغو شده بود. با هادی ترفی، کارشناس امور خاورمیانه، در مورد جلسه امروز مخالفان بشار اسد برای انتخاب نخست وزیر دولت موقت گفتگوی داشتیم که با هم میشنویم. نگاه کنید، الان مدت زمان خیلی زیادی گذشته و یعنی مساحت‌های خیلی گسترده ای از خاک سوریه الان به دست مخالفان افتاده برای جلوگیری از هرج و مرج و اداره این مناطق احتیاج هست که یک سازمان‌هایی بر حال نزد بدن به این مناطق. بر همین اساس الان ما می‌بینیم 3 چهره تکنوکرات معرفی شدن برای تصدی این پست در خاک سوریه به صورت میدانی و با حضور در مناطق این کشور. اسد مصطفی وزیر سابق کشاورزی هست، غسان هیتو که رئیس شرکت اتصالات در آمریکا است، و اسامه قاضی رئیس مرکز پژوهش‌های استراتژیک سوریه که همه سابقه حضور در نظام سوریه رو داشتن ولی همانند بسیاری از مسئولان سابق به مخالفان پیوستن و الان برای تصدی این پست اعلام آمادگی کردن. اهمیت این مسئله و تعیین نخست وزیر در سرزمین‌های آزاد شده از دست رژیم اسد در این هست که هم از لحاظ سیاسی میتونه این پیام برسونه که به هر حال مردم به آرمانشون که همون سرنگونی رژیم اسد هست نزدیک میشن و این حکومت میتونه برای جلوگیری از هرج و مرج و احتمال جنگ داخلی که همه هشدار میدن جلوگیری کنه و بتونه اونجا نظم و سامان کشور. در همین حال خبرگزاری العربیه گزارش داده درگیری‌ها در دمشق همچنان ادامه دارد و نیروهای دولتی سوریه با حمله به دانشگاه دمشق اقدام به بازداشت تعدادی از دانشجویان و قطع برق این دانشگاه کردند. این درگیری‌ها که با حمایت نیروهای هوایی و زمینی ارتش اسد در شمال دمشق انجام شد، منجر به زخمی شدن تعدادی از شهروندان سوری از جمله زنان و کودکان نیز شده است. دولت سوریه می‌کوشد تا از گسترده‌تر شدن درگیری‌ها به دیگر نقاط دمشق جلوگیری کند. وزیر خارجه فرانسه هم بار دیگر از ارسال اسلحه برای مخالفان رژیم دمشق پشتیبانی کرد. لوران فابیوس دیروز در گفتگوی تلفنی با تلویزیون دولتی فرانسه هشدار داد که اگر وضعیت به همین شکل ادامه پیدا کند، عاقبت سازمان القاعده و گروه‌های افراطی قدرت را در سوریه به چنگ خواهند آورد. به گفته آقای فابیوس، اگر قرار باشد که به مخالفان اسلحه داده شود، فقط شاخه نظامی ائتلاف ملی است که باید این سلاح‌ها را در اختیار بگیرد. در هفته گذشته فرانسه و بریتانیا خواهان ارسال اسلحه برای مخالفان رژیم دمشق شدند.
و به مصر می رویم. روزنامه نگاران مصری در اعتراض به نبود آزادی های سیاسی و حرفه‌ای در برابر دفتر اخوان المسلمین در قاهره دست به تظاهرات زدند. به گزارش شبکه تلویزیونی راشا تودی، مخالفان برای برگزاری تظاهرات گسترده در روز جمعه آینده آماده می شدند که برخی از فعالان سیاسی و روزنامه نگاران منتظر فرارسیدن روز جمعه نمانند و امروز در برابر مقر مرکزی اخوان المسلمین در قاهره تظاهرات کردند و علیه این حزب شعار سر دادند. این تظاهرات به درگیری با نیروهای امنیتی حاضر در محل و بازداشت ده ها نفر از معترضان انجامید. به گزارش این شبکه تلویزیونی، خبرنگاران قصد دارند علیه اعمال خشونت از طرف شبه نظامیان اخوان المسلمین در برابر تظاهر کنندگان به دادستان کل مصر دادخواست ارائه دهند. آنها در این دادخواست اعضای دفتر مرکزی اخوان المسلمین را متهم می کنند که مسئول حمله به خبرنگاران هستند. در همین حال محمد مرسی رئیس جمهور مصر امروز دوشنبه برای دیدار از پاکستان وارد اسلام آباد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پس از دیدار جمال عبدالناصر رئیس جمهور وقت مصر در دهه 60 از پاکستان، این دومین دیدار یک رهبر مصری از این کشور است. وزارت خارجه پاکستان دیدار رئیس جمهور مصر از این کشور را نقطه عطفی در روابط دیرینه و برادرانه هر دو کشور خوانده است. و در سومالی انفجار یک دستگاه خودرو 10 کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری الجزیره، انفجار یک دستگاه خودرو که توسط یک راننده انتحاری کنترل میشد در موگادیشو پایتخت سومالی دست کم 10 کشته و چندین زخمی بر جای گذاشت. این انفجار در مرکز شهر و در نزدیکی ادارات دولتی و کاخ ریاست جمهوری رخ داد. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. تاکنون در سومالی حملات مشابهی به دست گروه اسلامگرای الشباب وابسته به القاعده به انجام رسیده است. و حالا نوبت میرسه به یک جمله یک خبر. محمود احمدی نژاد خطاب به اعضای هیئت دولت: من از شما میخواهم که مرا حلال کنید. لطف الله فروزنده: دولت در مقابله با جنگ اقتصادی دشمنان همچون یک قرارگاه عملیاتی اقدام کرد. محمد باقر خرازی: آمده این به نام حزب الله و با رنگ سبز در انتخابات حاضر شویم. عبدالله جلالی: سیستم صدقه تلفنی در قم راه اندازی شد. خانواده‌های 7 تن از دراویش گنابادی زندانی در زندان اوین ساعت‌ها در سالن ملاقات این زندان حبس شدند. به گزارش سایت مجذوبان نور، خانواده‌های این زندانیان صبح امروز جهت ملاقات با آنان در سالن ملاقات زندان اوین حضور یافته بودند. با وجود دستور دادستان کل جهت اجازه ملاقات حضوری، مسئولین زندان با اعلام اینکه قاضی صلواتی این زندانیان را ممنوع الملاقات کرده است، به خانواده این زندانیان عقیدتی اجازه ملاقات ندادند. ترک نکردن زندان توسط خانواده‌های دراویش زندانی موجب شد که نیروهای حراست و امنیت زندان ایشان را در سالن ملاقات حبس و تهدید به بازداشت کنند. با فرهاد نوری، مدیر سایت مجذوبان نور، در مورد آخرین وضعیت خانواده دراویش زندانی گفتگویی داشتیم که با هم می‌شنویم. که اینا از دادستانی کل تهران نامه داشتن که این دراویشو بتونن حضوری ببینن، ملاقات حضوری داشته باشن، چون توی 62 روز فقط 2 روز ملاقات داشتن، اون ملاقات کابینی که اینا بند 209 هستن. بعد دادستانی نامه داده بود دادستانی کل که اینا میتونن ملاقات حضوری داشته باشن، که خب قاضی صلواتی ممنوع ملاقات کرده اینا رو، اجازه ملاقات بهشون نمیدن و اینا رفتن توی سالن ملاقات، اونجا موندن دیگه، گفتن تا ما ملاقات نکنیم بیرون نمیایم. که خب مامورای حراست و مامورای امنیتی اومدن گفتن یا با زبون خوش میرید یا ما اینجا باهاتون برخورد میکنیم، بازداشتتون میکنیم، نگهتون میداریم. اینا گفتن ما ابایی نداریم، میمونیم اگه اینجوریه، ولی تا ملاقات نکنیم نمیریم. که حالا قرار شده اینا برای نیروهای حراست دارن با نیروهای بیشتر بیان اینا رو بخونن بیرون، که فعلا هنوز داخل بودن.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس انتقادات به مجلس هشتم را به دلیل عدم تهیه گزارش کوی دانشگاه وارد دانست. کاظم جلالی با اشاره به حوادث کوی دانشگاه گفت متاسفانه هیچگاه گزارشی به صورت مکتوب مانند آنچه برای پرونده کهریزک تهیه شد برای حادثه کوی دانشگاه ارائه نشده است. در جریان حمله به کوی دانشگاه تهران در خرداد ماه سال 1388 نیروهای لباس شخصی و پلیس به کوی دانشگاه تهران حمله کردند. در این یورش شمار زیادی از دانشجویان مجروح، بازداشت و کشته شدند و دانشجویان بازداشتی نیز مورد شکنجه و آزار و اذیت قرار گرفتند. صالح نیکبخت میگوید با وجود انتشار دفاعیات مرتضوی در روزنامه ها ما نمیتوانیم پاسخ خود را منتشر کنیم. صالح نیکبخت وکیل یکی از قربانیان کهریزک پس از انتشار گسترده دفاعیات سعید مرتضوی در روزنامه ایران در جواب این سوال که چرا به این اظهارات پاسخ ندادید گفته است چون دادگاه غیر علنی اعلام شده بود ما نمیتوانستیم دفاعیات و پاسخ خود را منتشر کنیم زیرا متعهد به رعایت قوانین در کشور هستیم. دادگاه پرونده کهریزک غیر علنی برگزار شده بود اما سعید مرتضوی در ویژه‌نامه‌ای آنچه در دادگاه گفته و شنیده بود را در 43 صفحه منتشر کرد. فائزه هاشمی خواستار ماندن در زندان اوین در هنگام تحویل سال شد. بر اساس برخی گزارش ها فائزه هاشمی تصمیم گرفته است با وجود اتمام دوران محکومیتش در 30 اسفند ماه مراسم تحویل سال نو را در زندان اوین در کنار سایر زندانیان زن سپری کند. به گزارش بازتاب فائزه هاشمی در دوران 6 ماه محکومیت خود در زندان اوین با وجود حق استفاده از مرخصی و آزادی مشروع از این حق استفاده نکرد. و حالا نرخ سکه و ارز در بازار امروز تهران. یک مقام کمیته امداد میگوید 200,000 کودک زیر 6 سال از فقر غذایی رنج میبرند. به گزارش ایلنا ناصر ایروانی مدیر کل امور بهداشت، بیمه های اجتماعی و درمان کمیته امداد گفت که از این تعداد 5,000 کودک تحت پوشش این سازمان هستند. به گفته ایروانی در میان استانهای کشور استان سیستان و بلوچستان از این نظر بیشترین مشکل را دارند. حسن قشقاوی میگوید در حال گفتگو با بریتانیا برای از سرگیری فعالیت‌های کنسولی هستیم. حسن قشقاوی معاون کنسولی و امور ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه ایران با بیان این خبر گفت با دولت انگلیس توافق کردیم که سوئد حافظ منافع آنها در تهران و کشور عمان نیز حافظ منافع ما در لندن باشد. 8 آذر ماه عده‌ای تظاهر کننده در برابر ساختمان سفارت بریتانیا در تهران تجمع کردند و سپس وارد ساختمان شدند و پرچم این کشور را پایین کشیدند. به دنبال این اتفاق ویلیام هگ وزیر امور خارجه بریتانیا اعلام کرد که باید سفارت ایران در لندن تعطیل شود و دیپلمات‌های ایرانی نیز خاک بریتانیا را ترک کنند. مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 در سطح کارشناسی در استانبول آغاز شد. این مذاکرات که پشت درهای بسته برگزار می‌شد، مقدمه دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران در سطح عالی است که قرار است در روزهای 16 و 17 فروردین ماه در آلماتی برگزار شود. همزمان با مذاکرات امروز سرگی ریاباکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت گروه 5+1 به ایران وعده داده است که اگر غنی‌سازی 20% را متوقف کند، از شدت تحریم‌ها کاسته می‌شود. آلمان سایت رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی را در این کشور فیلتر کرد. روزنامه حکومتی جمهوری اسلامی این اقدام را بی سابقه خواند و نوشت همکنون امکان دسترسی به بیش از 30 رادیو تلویزیون برون مرزی جمهوری اسلامی از طریق اینترنت در آلمان وجود ندارد. این گونه فیلترینگ در آلمان سابقه نداشته و به نظر می رسد که این اقدام در سیاستی هماهنگ با بایکوت و حذف شبکه‌های جمهوری اسلامی از ماهواره‌ها انجام شده باشد.
ممنونم از اینکه با خبرهای امروز با ما همراه بودین. به همراه آوا با شما خداحافظی میکنم. شب و روزتون خوش و خدا نگهدار. خدا نگهدار.